حالا میخوایم با محیط ریمیکس IDE که IDE یا همون محیط توسعه نرم افزار ما بر بستر مرورگر و پستش آشنا بشیم خب داستان کلیش اینه بچه ها که ما میتونیم توی فرزن ابزارهای کد ادیتوری از جمله وی اس کود یا حالا تکس ادیتورهایی هر چیزی که دوست دارید میتونیم کد هامون رو اونجا بنویسیم و اصلا پروژمون رو اونجا لانچ بکنیم اما مسئله که هستش اینه که یه سری ابزارها از جمله همین ریمیکس برای ما ایجاد شده که خیلی راحت بتونیم بیایم و کارامون رو انجام بدیم کارامون یعنی چی یعنی مثلا کانترکتمون رو بنویسیم کامپایلش کنیم دیپلویش بکنیم بتونیم باش ارتباط برقرار بکنیم نه تنها توی لوکال هاست خودمون یعنی توی سیستم شخصی خودمون بلکه میتونیم با شبکه های اصلی تسنتا مینتا و هر چیزی مرتبط با اونها ارتباط برقرار بکنیم که حالا به مرور توی دوره خواهیم دید خب یه جنبندی کلی از چارچوباش بخوایم بکنیم با هم دیگه و ببینیم چه قسمت هایی رو در بر میگیره این صفحه صفحه پیش هست و اولش هم میگم آدرس سایت هم remix.ethereum.org هست حالا این ادامش رو کاری نداریم ولی اصل کار همین remix.ethereum.org هستش که اگر بزنید اتوماتیک میارتتون تو همین صفحه‌ای که ما الان هستیم و میبینیم ببین یه چارچوب کلی داره یک قسمت سمت چپ اینجا هستش که یک سری ابزارها رو برای شما ایجاد میکنه در حقیقت در اختیارتون میذاره که میتونید ازشون استفاده بکنید الان با هم دیگه هم خواهیم دیدشون حالا هر کدوم چی هستن یک فایل اکسپلورر داره توی این سایت بار بعدی که همین چیزهایی هستش که الان دارید میبینید کلیه کارهای مرتبط با فایل ها چیزایی که مرتبط با فایل هستن رو اینجا میتونیم داشته باشیم حالا بعدتر میبینیم یه سری قسمت هم اینجا هست این چارچوبی که این قسمت داره بچه خب این چیه این هم یه کلیاتیه یه توضیحاتیه حالا مثلا یه سری لینک گذاشته مثلا چه میدونم گفته آقا مثلا یه سری تمپلیت پروژه دارم که میتونی ازش استفاده بکنی فرضا حالا یا بری تو سایتش یا یه سری پلاگین هایی هستش که میتونی روی ریمیکس نصب بکنی و ازش توی برنامه نویسی توی کاری که میکنی. استفاده بکنی و الی آخر بعدا حالا اگر مثلا یه آلرتی چیزی داشته باشه بخواد بگه اینجا مثلا یه اسکم الرت مثلا اینجا آورده گفته یه نوتیفیکیشنی بهتون اینجا داره میده که آقا مواظب باش مثلا فلان اتفاق داره میفته حواست باشی که یهو کلاتو برندارن از اینجور داستان ها. این جور این اینم البته حقیقتا قبلا نبود خیلی وقت پیشا مون تا تقریبا دو سال پیش یه شخصی اومد یه کلاهبرداری خیلی عظیمی انجام داد به راحتی آب خوردن به نوعی میشه گفت که توی یوتیوب اومد یه کدی گذاشت و گفتش این کدو بزنید مثلا چه میدونم 5 تا بی ام بی تبدیل میشه به 15 تا بی ام بی و این داستان ها و بیم بی بی یک ارز دیجیتال هست برای اون دوستانی که نمیدونن و پیرو همون بود با توجه به شایع شدن اون نوکاله کالا که اتفاق افتاد و توی ریمیکس این اتفاق داشت انجام میشد کد دیپلوی میشدن و استفاده میشدن و پول از ولت اون بنده خود خارج میشد میرفت توی ولت اون هکرت اومدن این اسکن الرت رو نوشتن که مردم یه مقدار خیالشون راحت تر بشه ببینید نوشته که لیکویدیتی فرانت رانر بات چون همش چیزی رو چک میکردین یه چیزی داریم ما به اسم فرانت ران که حالا کاری باهاش دو این دوره و حالا این جلساتی که صحبت میکنیم نداریم یه مفهوم دیگه ای هستش که حالا بگذاریم فقط برای اینکه کنجکاوتر این هم بشید اینم بهتون بگم که من خودم اون زمان یک هفته تقریبا داشتم بررسیش میکردم دیدم تو یک هفته 100 هزار دلار با همین طرفن زده بود به جیبون شخص یعنی کلاهبرداری کرده بود از همه مردم و تو یک هفته فقط صد هزار دلار حالا دیگه چند ماه فعال بودش که بعدش اومد ریمیکس این سک... اسکم آلرس رو گذاشت حالا بگذاریم و در نهایت قسمت این پایین داریم من یکم بزرگش کنم اینجا هم کنسول ما هستش خب که حالا تراکنش انجام بشه اینجا نشونمون میده فرضاً میتونید حتی دسترسی داشته باشید چیزی تایپ بکنید خودش اینجا داره میگه میگه که می آقا توی این کنسولی که من بهت میدم شما به وب تری جی اس یعنی فایل کتابخونه ای که حالا بعد ها راجع به همین چیزی هم صحبت میکنیم وب تری جی اس رو با هم یه مقدار آشنا میشیم با هم دیگه گفته که آقا این اکسسیبل هستش میتونید بهش دسترسی پیدا کنید اتر جیس هست میتونی حتی از چت جی کمک بگیری با حالا اون در حقیقت کامندایی که خودش بهتون نمایش میده و همینطور حالا یک فیچر دیگه تحت عنوان سول داش جی پی تی که اونم مشابه همین جی پی تی روتین عادی هست ولی خب کار خاصی باش نداریم و صرفا خواستم بدونید که همچین چیزی هم هستش و از تقریبا فکر کنم دو سه نسخه قبل ریمیکس اومده کوپایلوت هم بهش اضافه کرده یعنی یک کوپایلوت مخصوص سالیدیتی بهش اضافه کرده و میتونید باهاش کار بکنید خب حالا الان هم کار خاصی دیگه با این قسمت ندارم من خواستم این شمای کلی داشته باشید بدونید که چه قسمت هایی رو داره بریم سر وقت این قسمت فایل اکسپلورر اول ببینید بچه ها ما هر قسمت از برنامهمون یعنی هر مجموعه از برنامه‌هایی که می‌خوایم بنویسیم و می‌تونیم توی یک ورک اسپیس خاص خودمون ایجادش بکنیم بنویسیمش یعنی چی یعنی یک میز کار یک محیط کار داریم مثلا کانترکت های خودمون ممکنه مجزا باشه با کانترکت هایی که مثلا توی یه ورک اسپیس دیگه داریم میذاریم به فرض مثال شما سه پروژه مختلف مثلا دارید واسه سه شرکت مختلف به فرض مثال و میخواید کوداتون کداتون توی ورک های مجزا باشه فرضا من ده تا کلاس مختلف دارم میخوام واسه هر کدوم یک ورک اسپیس مجزا کد که بهشون آموزش میدم میخوام یک چیزای مجزا باشه خب اینجا به این صورت هستش که من میتونم خیلی راحت بیام یه ورک ایجاد کنم حالا خیلی ویژگی های دیگه ای داره یعنی فانکشنالیتی ها آپشن زیادی در اختیارم میذاره این منو همبرگر که بزنم کلی چیز میز برای من باز میشه که حالا با همش کاری ندارم و صحبتم نمیخوام از همش بکنم میتونید خیلی راحت برید دونه دونه شون اصلا امتحان کنید ببینید که داستانشون چیه داره چیکار میکنه هر کدوم اون چیزایی که روتین تر رو شما خدمتتون میگم بقیه‌اشو به عهده خودتون میسپارم و خب ببینید بچه‌ها اولین قدم خیلی راحت شما میتونید create workspace کنید به صورت پیش فرض قبل اینکه create کنم بچه‌ها یک work space هست تحت عنوان دیفالت خب این سه تا هستش که حالا یکیش میگه create new workspace space کاری ندارم الان connect to local هستم الان کاری ندارم و دیفالت workspace space محیط عادی و نرمالتون هستش که وقتی اولین بار باز می‌کنید ریمیکس باهاش مواجه میشید حالا من میرم اینجا و create workspace space رو میزنم برای من یه همچین باکسی باز می‌کنه میگه آقا میخوای تمپلیت استفاده کنید میگم نه من میخوام خالص باشه و یه تمپلیت عادی بهم به بده میگم که آقا فرزن سالیدیتی کورس دوره سالیدیتی و صرفا اوکی okay رو میزنم چند لحظه سب میکنم که برام اینشالایز کردن کودها رو انجام بده و همونطور که میبینید اومد قشنگ برای من اینو ایجاد کرد یک ورک اسپیس مجزا دارم حالا کانترکت ها هر کانترکتی که بخوام اینجا بنویسم اسکریپت هایی که دارم البته عموما من اینجا نیازی به اسکریپت نوشتن ندارم توی حالا بحث اسکریپت و تست یاد واردش نمیشیم چون این کارها رو ما بعدا توی فرزند وی و هارت هات خیلی جلوتر که رفتیم اونجاها انجام میدیم و به خاطر همین نیاز خاصی به اسکریپت ها اینجا نداریم و همینطور تست هم ضروری نیست البته که هر کدوم بخواد میتونید استفاده کنید اصل کاری که ما تا مدت های زیادی توی دوره خواهیم تو قسمت کانترکت هستش حالا فعلا بریم ببینیم دیگه ورک اسپیس داره خب ببینید بچه ها. چیزایی که ورک اسپیس در اختیار ما داره قرار میده کرییت هست کلون هست اینم رینیم دانلود دیلیت اینا بیشتر استفاده رو داره حالا در کنارش بکاپ روی استور هم میتونه به دردتون بخوره چرا یه زمان خیلی راحت یه ورک اسپیس رو داری میخوای کل کد هایی که توش داری چه کانترکت چه اسکریپت چه نمیدونم فایل نوت هر فایلی که داری رو قشنگ میخوای همه رو بکاپ بگیری بعد ببری فرضاً روی مرورگر دیگر روی کامپیوتر دیگه یا به کسی دیگه بدی اون بتونه ازش استفاده بکنه یعنی خیلی راحت بیاد ایمپورتش بکنه شما بکاپ میگیری و اون بند خدا ایمپورت یا ریستور رو انجام میده و خیلی راحت تمامی اون ورک اسپیس براش کپی میشه یا اصلا تو سیستم خودت پس کاربردش اینجاست بقیه‌شون هم اسمش مشخصه رینم یعنی خب اسم ورک اسپیس رو عوض میکنه دیلیت هم پاک کردن اون هستش نمیدونم دانلود میتونی دانلود کنی ورک کلون که خب برای اینه که یه ریپو گیت هاب اگر باشه میتونی اونو کلون بکنی و الی به این صورت آلم که حالا مشخص هستش این یکی قسمت هم کاری باهاش نداریم چون خیلی بحث های متفاوت تری داره در حال حاضر خب هر زمانی بچه خواستید کانترکت بسازید این هم بهتون بگم که صرف هم میاید کانترکت خب و اگه دوست داشتید اینا رو پاک میکنید اینا دیفالتیه که خودش میاره این سه تا کانترکت اگه هم نمیتونید بذارید باشه و خیلی راحت این گزینه رو میزنید کرییت نیو فایل یه فایل جدید براتون ایجاد میکنه و کانترکتتون رو اسم گذاری میکنید و بعد میتونید توی کد وارد بشید و بنویسید به فرض مثال من این کانترکت رو سلکت میکنم یا میگم که فرزن مای کانترکت و نیازی هم نیست داد سول رو بزنید مثل اون بالایی ها اوکی چه داد سول رو بزنید چه نزنید خودش براتون میاره این دات که من زدم و این محیط برای من باز شد که حالا بعدها زیادتر کار خواهیم کرد باشه خب اگر فولدری خواستی بسازی اینو میزنی اسم فولدرتو مشخص میکنی و هر چی بود اگر خواستی فایلی رو آپلود بکنی می از این گزینه استفاده میکنی و اگر خواستی فولدری آپلود کنی که میای خیلی راحت از این استفاده میکنی و کارتو انجام میدی روی این پوشه ها هم خیلی راحت میتونی رایت کلیک بکنی و کلی چیز میز داره میتونی استفاده کنی اسمش مشخصه همینطور روی فایل هم این قابلیت برات وجود داره که یه سری چیز هست بعضیاش رو ممکنه کار بکنیم و بعدا میبینیم ولی خودتون هم دوست داشتین دونه دونه میتونید امتحان کنید ببینید که چجوری دارن کار میکنن الان واردش نمیشم نیازمندی خاصی بهش نداریم آها دیلیتش هم بگم که حالا از اینجا هم راحت میتونی بزنید اینجام هم رنیمش راحت میتونی انجام بدی قسمت بعدی بچا چیزی که هستش سرچ این فایل یعنی میخوای شما دنبال یه فایل خاصی دنبال یک تکس خاصی چیزی هستی میتونی اینجا سرچ بکنی و خب چیز عجیب غریبی هم نداره اینکلود کردن که توش باشه اکسکلود کردن که توش نباشه یعنی چه فرزن چه فرمت که میخوای توی سرچ داخل نشه و اونایی که میخوای داخل باشه اینا هست که حالا خیلی ساده است مثل سرچ دیگه قسمت خیلی مهم بحث کامپایلر ها هستش بچه ها که خب یک سری نسخه مختلفی از کامپایلر که اخیراً آخرین نسخه 826 هستش رو به ما نشون میده و کلی هم از قدیم الایام داره خب ولی آخرین نسخه اش 0.8 ممیز, ممیز 26 یا حالا به جای ممیز نقطه میتونید بذارید هستش ولی ما چیزی که توی دوره عموما کار میکنیم 18 و 19 مثلا نهایت 20 این طورا هستش که توصیه میکنم همون 18 یا 19 کار کنید علتش هم چیه علتش هم اینه که از یه نسخه 8 19 اگر درست خاطرم باشه به بالاتر ممکنه بعضی از EVME ها بعضی از چین هایی که EVME هستن ما خب بالای 270 تا بالای 300 تا چین داریم که EVM کامپتیبلن یعنی مشابه اتریوم اتریومن و سالیدیتی رو میتونید روشون بنویسید خب اما اتریوم اونیه که خب سریعترین و بالاترین آپدیت ها رو داره یعنی بیشترین نسخه که میشه استفاده کرد 8 26 یا 25 اینطورا اینا برای استفاده روی اتریوم اول میاد بیرون بعدا بعد یه مدتی اون شبکه خاص اون چین خاص به فرض مثال میگن پالیگان اسمارت چین بایننس با چه میدونم اولانچ و امسال هم میان و خودشونو منطبق میکنن حالا با اون ویژگی های جدیدی که اتریوم داده پس ممکنه تا یه مدتی فرضن الان اگر 25 و 6 و این آخرین نسخه ها هستش تا یه مدت غیر از اتریومی ها اشتباه بهتون جواب بده یا اصلا یه سری کد هاتون جواب نده خب به خاطر همین توصیه می کنم که در حال حاضر فعلا تو این برهه زمانی که هستیم رو دور داریم میبینیم ترجیح هم با همین جلو برید تا بعدا خب 8 26 و 25 آخریاش هست من توصیه همین 8 18 و 19 و هست تا 20 نهایتا ولی باز به خودتون برمیگردی که بخواید چه جوری و با چی استفاده بکنیدش اون وسط کامپایل کردن اون از طریق اینجا انجام میشه اول باید کد کامپایل بشن بچه خب من اینجا کانفیگوریشن هم باز میکنم دو تا قسمت داره یا میگی آقا کانفیگ اینجا بده بر اساس این که هستش این باکس ها رو باز کن خیلی راحت که عموما شما دیفالت بذارید کاری نداشته باشید بقیه قسمتاش اما حالا یه زمانی اگر نیاز داشتید فرزن که حالا فکر نمی کنم حالا حالا به شما بخوره این داستان و نیاز داشته باشید میتونید از کانفیگ فایل های کاستومایز خودتون استفاده بکنید که حالا الان کاری باهاش نداری و در نهایت کامپایل رو بعد بزنید که اون تفسیر رو انجام بده رو تفسیر بکنه اصطلاحاً کامپایل بکنه و قابل استفاده بشه کلاً و بتونید اصطلاحاً دیپلوی یا مستقرش بکنید روی شبکه در نهایت قسمت دیپلوی و ران هستش که اطلاعاتی اینکه کدوم شبکه شبکه‌ای هست که می‌خواید روش دیپلویمنت رو انجام بدید بعد از اینجا انتخاب بکنید از بین شبکه‌های مختلفی که وجود داره اینجا که به خواهیم دید چند تا شبکه‌های لوکالمون هست درون همین مروررمون یه لوکال بلاک چین برامون ایجاد میشه که حالا همین ریمیکس وی ایم ها هستند که همین دیفالتش کنکان آخرین آپدیتی هستش که داده بود و میتونید از همین استفاده کنید یه 15 تا اکانت هم به صورت دیفالت براتون باز میکنید که باش میتونید کار کنید هی هر بار ریستارت بکنید سفر رو آپدیت میشه دوباره و اکانتاتون همشون بالانسشون 100 صد درصد و همون صد اتر میشه حالا گس میتونید دستی بدید یا استیمیتش رو به خود سیستم بذارید و در نهایت هم وقتی که یک کانترکتی رو کامپایل کردید اینجا یه قسمتی میاد که حالا بعدها خواهیم دید برای دیپلویمنتش هستش و حالا اطلاعاتی که بعدا خواهیم دید در نهایت دو قسمت هم اینجا داره بچه ستینگ که کلی چیز میز داره که من توصیه می این کد کامپلیشن رو فعال بکنید و همینطور گس استیمیت هم اگه دوست داشتید میتونید بدید که حالا من برای اینکه صفم شلوغ نشه بعدا این کار رو نمیکنم فقط این ایمیل کد کامپلیشن رو بذارید راحت هستش و اگر خواستید صفحتون مثلا چه میدونم رنگش عوض بشه از این قسمت میتونید اقدام بکنید و تمایی که داره رو بزنید و در نهایت اینم هم بهتون بگم کلی پلاگین اینجا داره که میتونید با فعال کردنشون استفاده بکنید ازشون اکتیویتی که بزنید کنار هر کدوم خیلی راحت میتونید اون در حقیقت پلاگین رو فعال بکنید و ازش استفاده بکنید و همین حالا در نهایت یه چیزی هم بهتون بگم این هستش که با این میتونید زومین یا زوم آوت بکنید و این هم یک کوپایلوت یا کمکی هستش برای شما که توی کنسول بهتون این کمک رو میکنه که از هوش مصنوعی بتونید استفاده بکنید فرضاً سوالی دارید یا یه تیک کدی رو میخواید براتون توضیح بده و همه این داستان ها دیگه خیلی راحت میتونید ازش استفاده بکنید و همین